سلام. چندی پیش خانم هومریش که معرف حضور بینندگان این برنامه هست، یعنی همون خبرنگار آلمانی دوست آخوندها که در همکاری با عوامل وزارت اطلاعات تا به حال چند مقاله علیه مجاهدین سرهم کرده، یه شب مقالم تو روزنامه دیدسایت چاپ کرد که در اون برای یک سری مردای 30-40 ساله اشک تمساح ریخته بود که اینها زمانی کودک سرباز بودند. از اونجایی که به نظر میاد خانم هومریش اساساً خیلی دلنگران کودک سربازا به طور خاص در ایرانه، ما میخواستیم به ایشون یک نمونه دبش کودک سرباز معرفی کنیم که خودش میگه از 15 سالگی به جبهه رفته. تصویرش هم هست و اتفاقا در همون جبهه‌ای بوده که خانم هومریش هم در سفرش با راهیان نور از اونجا بازدید کرده. از شما کوچیک‌تر بودم، رفتیم شهر، بعد من تقریبا امیرعلی بلند شد. یه لحظه نگاه کن، امیرعلی میبینین؟ من شاید یه ذره از امیرعلی بزرگتر بودم. الان این فیلم هم میبینی، نگاه کن. من این بودم، اسیر شدم. خب اسیر شدم، اون موقع جنگ بود. بله، همونطور که ملاحظه میکنید از حرف زدنش هم پیداست که همچنان کودک تشریف داره و مغزش در دوران کودکی توقف کرده. این نمونه از اون جهت میتونه برای خانم هومریش جذاب باشه که علاوه بر این که کودک سرباز بوده، ادعا میکنه مغزش هم توسط مجاهدین شسته شده، یعنی یک مغزشویی خیلی تر و تمیز. اردوگاه اشرف؟ بله. وسط قصه شماست؟ بله. یه جوون 15 ساله از جنگ یهو سر از اردوگاه اشرف در. شستشوی مغزی شدیم یا مجبور شدیم؟ این برنامه‌ای که مجریش این آخوند فوکولیه توی شبکه یک تلویزیون آخوندی ترتیب داده شده تا برید مزدوری به اسم علی بیگلری بیاد توش و خودش رو برای ولی فقیه و سپاه لوس کنه تا یه تیکه استخون بنازن جلوش. به نظر میاد که داستان از این قرار باشه که طرف چند سالی بعد از خیانت و رفتن زیر قبای ولی فقیه الان خورده به PC، بهش گفتن برای اینکه بهش چیزی بماسه باید یک کتاب علیه مجاهدین بنویسه و یه مصاحبه تلویزیونی بکنه. اینم که چون خودش هنوز ظاهراً کودک 50 ساله است و نمیتونسته بنویسه، یه بسیجی رو گذاشتن که براش این کتاب رو بنویسه. توی این برنامه هم این موجود ذلیل تلاش میکنه با هر سیریشی خودش رو به سپاه بچسبونه تا یه چیزی گیرش بیاد. من پدرم چون که از پیشکسوت‌های سپاه کرمانشاه است، یعنی بنیانگذاران، اولین نفراتی که سپاه کرمانشاه را اول کمیته بود بعد سپاه، پدر من همیشه تو جبهه بود. زیاده به قول معروف میگن بسیجی بی ترمز بودن. قدیمی‌های سپاه مثلا که هستن الان موجود هستن، اینا پیشکسوت‌های سپاه، همه پدر من رو میشناسن. این بسیجی بی ترمز اواخر سال 64-65 توی جبهه بوده و اون موقع 15 سالش بوده و احتمالاً جزو همون دانش آموزانی بوده که خمینی از اونها به عنوان سربازان یک بار مصرف برای باز کردن میدانهای مین استفاده میکرده که حالا این شانس آورد و اسیر میشه. یه نوجوان 15 ساله امضای باباشو جعل میکنه که بره جنگ و میره جنگ، بعد اسیر میشه. 3.5 سال بله. توی زندان عراقی ها بودید؟ بله بله. خب؟ بله. چی شد؟ همین آخونده یه دقیقه پیش داشت میگفت که طرف 15 سالگی سر از اشرف در آورد، ولی اینکه 3.5 سال تو زندان های عراقی ها بوده، یعنی 3-4 سال تو 15 سالگی درجا زده؟ مگه میشه؟ به نظر میاد که تو ماجرای شستن مغزش کلا مغزش فرمت شده، دیگه یادش رفته که چند سالش بوده. بعد از طرفی هم یه جوی اون موقع ایجاد شده بود، مثلا جو ناامیدی ایجاد شده بود، آتش بس به قول معروف شده بود، اینا یه حالتی بود. از یک طرف هم به هر حال شستشو مغزی هم داده شده بودیم، به هر حال مثلا یه تبلیغاتی برای ما هم کرده بودن، ما هم تو سن و سال و تو سختی و اینا تو افکار کودکانه خودمون مثلا این انتظار داشتیم که بریم اونجا یا فرار کنیم. و شما هم سنی نداشتیم؟ ما هم سنی نداشتیم. شما هم سنی نداشتیم؟ نه، مثل اینکه قضیه خیلی جدیه. سنش هرچی هم بوده خودش اصرار داره که هنوز افکار کودکانه داشته. هومریش کجایی؟ کودک 50 ساله رو داشته باش. اما از اونجایی که این کودک 50 ساله خودش حرفی برای گفتن نداره،
سه نفر رو باش همراه کردن که اونا اینو به عنوان یک بسیجی دو آتیش رنگ کنن که آقا به خدا این جانور از خودمونه و این همیشه لجنخوار آخوندها بوده. این علی آقای بیگلری بسیجی منافق یا ابو غریبیه کدومه؟ ایشون یه بسیجیه که الان من خیلی بهش اعتقاد دارم و بنیان مذهبی آقای بیگلری آج آقا تو این روند خیلی اثرگذار بود. یعنی شما ملاحظه بفرمایید کتاب رو که قطعا خوندید، اون لحظه هایی که ایشون به یک مرحله ای میرسه که اون مرحله تناقضه تو سازمان، آره، و به شدت داره میجنگه. مگه ایشون اون زمان چند سالشه؟ 3.5 سال هم اسارت رو تحمل کرده، یه بچه 19 ساله، یه نوجوان و جوان 19 نزدیک 20 ساله است، اما با اون تفکرات سنگین سازمان که چنبره انداخته بر تمامی افراد، ایشون داره میجنگه، نبرد میکنه. البته این قلم به مزد اطلاعات چیزهایی در مورد این بریده موضوع میگه که باعث تعجب شده، چون وقتی همین سوال رو از این موضوع اطلاعات میکنن که چی شد که بعد از آتش بس رفتی سمت مجاهدین، چیزهای دیگه ای میگه. ما تو اردوگاه اشرف که بودیم، حالا بحث مثلا اینا، خب اینا اینطوری نیست که دست و بال بسته باشن، به هر حال اینا تئوریای خودشونو دارن، یه جوری سعی میکنن نیروشون رو جذب خودشون کنن، ما یه مدت جذب اینا شدیم. اما از همه اینا که بگذریم، اوج درام این برنامه جاییه که تلخترین اتفاقی که براش توی اشرف پیش اومده رو میگه که بازشون خودش چیزی برای گفتن نداره، اون اطلاعاتی قلمزن براش میبافه و کار به جایی میرسه که ایشون رو کاملا بایکوت میکنند که نیاد از اونجا بیرون، که اصلا یه حالتی که ایشون در واقع به یه مرحله از شرایط برسه که مجبور بشه خودکشی کنه. یعنی این شرایطی بود برش که سعی میکردن در هیچ موردی ایشون رو به حساب نیارن. شیوه ای رو در سازمان اتخاذ میکردن، عنوانش بایکوت بود، فرد رو انگار اصلا نمیدیدند و اون فرد از درون منفجر میشد. یعنی آدما بهش سلام علیک نمی کردن، استراب و ناراحتی و التهاب و آقا این دیگه ته شکنجه است. وقتی که بهت سلام نمی کنن، تو رو نمی بینن، همینجوری آدما دارن تو خیابون راه میرن، هی بهت میخورن، دیگه به یه جایی میرسی که التهاب میگیری، یه حالتی که واقعا یه حالتی فقط. این مدل شکنجه توی تخیلات نویسندگان سکوت بره هم قفله. اما حالا ببینیم که جزئیات این شکنجه از زبان خودش چطور بوده. یه ما رو سرگرم کردن با آموزش‌های مختلف، با شرایط رفاهی که برای ما پیش آوردن، تا یه جایی رسید. من به قول آقای کانور خیلی خوب گفتن، من به تناقض رسیدم. با آموزش و امکانات رفاهی چجوری شکنجه شد که دچار مشکل شد؟ بالاخره معلوم نیست این یارو با خودش چنچنده. بعد جالبه که یه اطلاعاتی دیگر رو آوردن تحت عنوان رفیق جونجونی همپالهی، که اینقدر با هم رفیقن و جونجونی هن که اسمشو بلد نیست. این تیکر داشته باش. شما دو تا همراه دارین، یک پسر عمه دارین و یه همراهی دارین که در زندان هم با شما بوده، آقا مهدی عباسی بزرگوار. آقا محسن عباسی عزیز. خواهش میکنم. بله بفرمایید. خواهش میکنم آقا محسن، خیلی خوش آمد. محمد هستم. ای بابا مهدی، شما گفتی محسن، الان رسیدیم به محمد. فراموشی عشقی. معلومی که تا پشت در استودیو هم همدیگه رو ندیده بودن و کارگردان اطلاعاتی برنامه وقت نداشته قبل از برنامه حرفاشون رو با هم هماهنگ کنن، حداقل اسم هم رو یاد بگیرن، چون تا آخر برنامه هم یه خاطره مشترک نمیتونه تعریف کنه. خلاصه این که حکایت این کودک 50 ساله حکایت قورباغه‌ایه که اگر توی تشت طلا هم بذاریش باز میپره توی لجنزار. این یارو هم بعد از 20 سال که برگشته زیر عبای ولایت، در شرایطی که تنفر مردم از تمامیت این حکومت از در و دیوار میریزه، اومده به کاسلیسی آخوندها تا یه تیکه استخون براش بندازن. توی این برنامه هم چند بار برای همین یه تیکه استخون از آخوندها گدایی میکنن. انشالله کشور جمهوری اسلامی ایران ایشون رو بیشتر بپذیره و یک سری امتیازهایی رو که مربوط میشه به بخشی که ایشون 3.5 سال اسارت رو متحمل شدند، اون امتیازات به ایشون تعلق بگیره. انشالله که این برنامه رو میبینن
ما هم با همه حسن نیتمون خدا خیرتون ایشون و شما رو دعوت کردیم. خدا خیرتون. تلخیاش چی هست؟ تلخیاش از این که هیچ کاروباری نداره. بعد از 35 33 4 سال سن برمیگرده بدون هیچ شغلی، بدون هیچ کاری. اوایل میبردن. ولی الان از طرف انجمن نجات یه کارهایی انجام میدادن. ولی الان نه. الان نه. مشکلات امروزی که برای ایشون و خانواده‌اش هستش ایشالله مرتفع بشه و من اینجا از مسئولین عزیز، مسئولینی که میدونم دلسوز همچین افرادی هستن، خواهش میکنم که اگر میتونن مشکلات این علی آقای ما رو که این سختی های امروز رو دارم میگم که ایشون داره نتونن تحمل کنن، من یه خواهشی دارم که شما و هر کسی که صدای منو میشنوه دست یاری انشالله به سوی علی آقا الهی دراز کنه. حتما. بله، همونطور که ملاحظه کردید این نمونه همه ویژگی های مورد نظر خانم هومریش و همریش هاش رو داره، چون میتونه جرم مجاهدین رو مضاعف هم بکنه، که نه تنها این کودک سرباز 50 ساله رو مغزشویی کردن، بلکه اون رو بدون سیسمونی رها کردن که کودک بیچاره بعد از 20 سال مجبور شده بیفته به دریوزگی توی تلویزیون منفور آخوندی. وقت بخیر و خدا نگهدار.